یعنی داخل تو چی گفتی؟ من نفهمیدم. گفتم بیا غیر از جهان دیگه امشب هر جایی که میری مخصوصا پیش مونتاز از احمد عکس میگیری بدون ازی که خودش بفهمه. فهمیدم، خاطر جمع باشه. سلیم خان، امشب اون که احمد بجایی تو سر قدیفی قمار بشینه. چرا؟ احمد نو دست دست میبره. همین گفاخ کلش قصای ناقص. سابقا که بود دختر و بچه تا شو عروسی رو یک دیگر نمیدیدن. حالا را باش، دختر برای مادر میگه فلانی ها چی وقت میاین خواستگاری، امروز میاین، سبا میاین، یک هفته بعد میاین. خوش آمدین، خوش آمدین. خوش باشی عزیزم. یعنی چی چگه که بی بی؟ من خودم تو کده نیاده دادم، باز من خراب میکنم؟ خوی آدم داده باشی، یک شاگرد نمیتونه از استاد خود کده لایق تر باشه؟ حد مقامت بشناس احمد. تو هر چی که باشی بازم مزدور از این خانه هست و یک مزدور هیچ وقت بادار خود تهدید نمی کنه و یادت باشه. Oh,
خیرت است. فکر میکنی که خیرت است؟ حالا برین گوای کرگی تا نجام کنه. چی شده؟ کی برتان گفت که چوچه خرم رای ما ببری و دیدن ممتاز؟ کدام چوچه خرم میگی؟ امی احمد ارامزاده را میگم. حال چی کده؟ فکر کردین که او ارامزاده را قدر زود بازی میتین؟ او کل راز ما را فهمیده. حالا بریش کل ما و شما میخواد. حال چور چیز نمیگی؟ چی کده؟ دیروز امی که قبول نکد که پیسه میته؟ منکر شده؟ کاش که تنها منکر میشد. حالا تا تهدید میکنه کل ما را به زندان مندازه. با کدام جرم؟ با جرم دوزی. دوزی؟ کدام دوزی؟ کدام دوزی؟ او بچه خدا در کوچه حسن چپ نزد. اما دوزی که رفته بوده خانه ما. فکر میکنی که او آرامزاده قدر ساده است که قضید بازی میخوره؟ کل ما را دانه دانه شناخته. هم تو را، هم مرا و هم بکتاشم. حالا چی کنیم؟ من نمیفهم که چطور میشه. برو بکتاش هر جای که هست پیداش که بیار که یک فکر با حال از او آرامزاده بکنیم. اگر نه کل ما را دادن میده. رسوای نیم عالم میشه. چی میکنی؟ به بکتاش زنگ میزنم. تلفونش خاموش است، برو پیدایش که بیارش. یک زنگ میزن میشه که رخ کنه. او بچه چرا گپه نمیفهمی؟ میگم تلفونش خاموش است. اینا را که من او طرف برم و این طرف میای سرگردان میشم. یک زنگ میزن میشه که خواب بیدار شده. زیاد دلیل میگی. زنگ رخ کرد. بله. بگو زود خدا برسان اینجا. زود خدا دکان سلیم برسان. خیریت احمد گندگی کده، زود بیا. اله چرا قم خرابی؟ بیا باز میفهمی. آدم هاره گب بزن بفهم چی شده. سلیم کجاست؟ او بچه زیاد فلسفه نگو، تیز بیا دکان. فهمیده که سلیم همی جسته. میگه که احمد شب دیدی هم اگه ما شما رو شناخته. بله بله، مشکلی چی میگم؟ فهمیدم. 5 دقیقه دیگه پیشتون است. بکتاش آمد. تو خدا عقل کلو میگیری؟ باز چطوری رقم بی احتیاطی از دست سر میزنه؟ کدام بی احتیاطی؟ چرا به احمد پیشنهاد دادی که امرای ما برای و دیدن ممتاز؟ سلیم قدر جگرخونی نکن. بیا لالا بیا، احمد هر چقدر کنند چالاک باشه بازم در دام مندازم. دامه که خودش به دستای خود انبار کرده. بیا یک دفعه یاره بی بی. بیا بیشی. بیا. بیا بی بی. ای چی هست که من ایره بیمونم؟ تنش کرده. حال اینا
چی به درد من میخورن؟ نفهمیدی چی به دردت میخوره؟ یه احمد تباه میکنه تباه و چی درد میخوره؟ اینا را عاجل باید به پدرت برسانی. تو کلیت کاپر از بکتاش تو پدر من را نمیشناسی؟ فکر میکنی یه قدر ساده است که میای ایره باور میکنه؟ اولین کاری که خواد کرد میای از ممتاز دانه دانه تحقیق میکنه، هر کدام از ایره پرسان میکنه. خب پرسان کنه. من با ممتاز میگم که تمام آشنایی و رفاقتش که احمد تایید کنه. سلیم وارخطایی نکن، اگه ما بخوایم شار کابل در میتوم در با این بچه شیرخور چی هست که نتونم از سر رایتوار دارمش؟ بکتاش برم بگو که چی پلان داری. فعلاً خب پلان همی هست که امروز برای تکت تیاره میگیرم عاجل پیش پدرت بری. ضرور نیست که به خاطر از این معنی تا اونجا برم، همینجا از طریق تلفون برش روان میکنم. نه ای لالا، ما میخوایم که خودت برش برسونی، نمونی که ذهنش ای طرف تو طرف بره. یک چیزی هم از طرف خودت اضافه کن که آتشش تیزتر شد. احمد محبوب و دل نوازم، دل دارد ممتاز. احمد چه وقت آمده بود خانه تن؟ با یادم نیست. فکر کن شاید یادت بیه. گفتم دقیق با یادم نیست. فکر میکنم که اوایل سال بود. اوایل سال بود. تاریخ 15 ثور 1402. چیزی فکر کردی که آتش زیادتر کنه؟ هرچی به ذهنم رسید خودم نشته میکنم. نه این میال بگو که من نشته کنم. نمیشه که در یک نامه یک رقم خط باشه در دیگه نامه دیگه رقم. مثلا اردوش باید خط ممتاز باشه. نشته کن. احمد محبوب و عزیزم، برایم نوشته بودی که از مزدوری و مدیریت شرکت رسیده ای. برایت از صمیم قلب تبریک میگویم و لیاقت ذاتیت را تحسین میکنم. باور کن وقتی از مهارت تو میشنوم ساعتها دهنم از حیرت باز میماند و از خودم میپرسم آیا این امکان دارد؟ چطور یک آدم جرأت میکند خودش را زخمی بسازد؟ جالب بود برایم وقتی نوشته بودی که چطور آن چند دوز را به داخل خانه مالک بردی و برای ردگم کردن خودت را با مرمی زدی. مشتک خود
میفهمی که چی نوشته میکنیم؟ تو نوشته که باز اگه سعی نبود بگه نوشته میکن. و چطور آن چند دوز را به داخل خانه مالک بردی و برای ردگم کردن خودت را با مرمی زدی؟ میدانم تمام این کارها به خاطر این بوده تا بتانی سرمایه مالک را به گونه غیر مستقیم به دست بیاری، اما من راضی نیستم حتی یک خار هم به پای تو بخلد عزیزم، و نمیخواهم دیگر از این کارهای خطرناک انجام بده. راستی ازت یک گله هم دارد. از رازیه دختر مالک برایم نوشته بودی. من نمیخواهم حتی با تظاهر هم که شده تو با رازیه گرم بگیری. نمیدونی وقت نامه‌ات را خواندم چقدر سوختم تا توانستم تحمل کنم که تو از روی تظاهر با رازیه مهربانی میکنی. من در این زمینه حسودم و نمیخواهم عشقم با کسی دیگری مهربانی کنم. تشکر به خاطر قطع الماسی که برایم فرستاده بودی. در اخیر آرزو میکنم تا هر چی زودتر به هدفت برسی. ممتاز و بیقرارت. چطور است؟ حالی حاجل باید بره میدان. تو که تا از میدان بگیریم میدانیم که از میدان هم بگیریم. بخیر بخیر فکر میکنم که امروز از پرواز مانده ایم. کمه تیز برو خلیفه. این وقت سرعت موتر از خوربان چه اومدی زیادتر نمیشه. مقصد ما از پرواز نمانیم. زمانت پرواز نمیکردیم خوربان چه بام. سعی سلامت میدان برسانم. پرواز کابل ایران چند بجه است؟ مره میگی. خبر داری چند بجه است؟ دقیق نمیفهم ولی مطمئن هستم پیش از چاشت. من میگم بریم مردگان نمایندگی رو پرسان کنیم. وقتی که میریم تکت از میدان میگیریم چی حاجت است که بریم از نمایندگی پرسان کنیم؟ از یک طرف نوبخش شد، از دیگر طرف هم تکت نگرفتیم. من میگم از یکان نمایندگی ها تکت بگیریم که خلاص نشد و پرواز برسیم. یا هم یک گپ خوب است. اینجا کدام نمایندگی در چشمتان خورده؟ کم بیشتر اگه نمایندگی است. برادر امروز میدان گپ زدین. حالا 3 ساعت پیش نمایندگی بشینم با 2 ساعت کرایت. روز از پالی چپ فیست خلیف پالی چپش نفعه قربانه چپم 200 کرامیتی 300 میجه پشت نمایندگی بر پیشینه. ما که دنگ موتر شدیم کسی با شما گفت که 200 میتر 200 کرایش از خیلی چند میتی قربانه چپم. برستا جان برو پیش اگان نمایندگی استاد ما تکت خدا بگیریم بیاییم هر وقت آمدیم هر چقدر مصرف شده بود باز بگو کرایی تا بکن خواهی نتو قربانه چپم.
دل ما خوش شوه. برو جنجال نکن. اونو اینجوری هم اونو مهندگی است. اونجا گوشت کنم. ورخطا نشو استاد، من هستم امروید. نه قربان شو، به دو سر بچی ورخطا شوی. تکت زایرات کار داشت. سلام، برای کی؟ برای امروز. برای امروز نوبخت شده. چند بجه پرواز داره؟ کامیار 8:30 بجه پرواز داره و آرینا 12 بجه. خوب است، حالا این 2:30 بجه است، 2 ساعت وقت داریم، میرسیم دیگه. 2 ساعت نه، 1:30 ساعت مون. خب همون 1:30 ساعت دیگه با پرواز خو میرسیم. نه بیا در حداقل 2 ساعت پیش از پرواز باشیم، ما میدان باشیم. ما جنجال و پارو چیزا نداریم مقصد. شما تیکت بدین ما خود ازید میرسانیم. حالی میگین ولی در میدان پرواز اگر نرسیدین اونجا جنجال میکنین، ما رو زیر سوال میبرین. بیا در موتر همیجا نخت تیار استاد است. شما تیکت تا نبدین ما در دقیقه دیگه میدان هستیم. درست است، اگر مسئولیت خودتان میگین ما برتان تیکت میتونم، ولی اگر در پرواز نرسیدین اونجا جنجال نکنین. درست است، تیکت رو بکن. چند نفر هستین؟ یک نفر. به نام کی بگیرم؟ سلیم مالک. قیمتش 5,946 افغانی است. 6,000 شماره واتسابتون رو بگویم؟ واتساب بخاطر چی؟ تایم پرواز بسیار کم مونده، هرچی سوتر شما طرف میدان برین من کپی رو در واتساب برتون روی میکنم. پرواز گیر کنین اونجا به شما بوردینگ پاس در میدان میتن، و اگر پرواز گیر نتونستین اونجا جنجال نکنین پس دفتر بیاین، 1000 افغانی چارچس ما میگیریم، باقی پول واپس میکنم برتون. خیره بده بکو بیاره بده لامرات بگه. استاد جون من به همین آدرس میرم، ببین بلد هستین یا نه. آدرس شما به خود سرراسته باش، تا 2 دقیقه دیگه شما رو میرسونم. این پیش ما باشه؟ باشه، مشکل نداره. هرات تالان شما نیومده بودین؟ چرا، زیاد آمدیم ولی در این اواخر نامدیم. اینجا خانه فامیل دوستا شما نه؟ بله، خانه فامیل های ماست. اینه بفرمایید، اینی هست آدرس شما. تشکر. این آدرس شما. بخیر باشه. باشه، میمون ما باشه. بخیر باشه. تشکر دوستان. زنده باشه. بریم ببینیم آدرس درست آمدیم. بله، آدرس درست است. شما بریم به کار تان. مطمئن هستین؟ بخیر باشه. خدا حافظ. الان برای کی است؟ سلیم هستم، پدرم خانه شما هست؟
سلام، خوب هستین؟ سلام سلیم جان، خوب هستی؟ خوب هستین، صحت شما خوب؟ ببخشین، پدرم خانه شما هست؟ بله، خانه ماست، خیرت خو هست؟ خیر و خیرت، فقط یکم کار راجل پیداش باید ببینمش. بیا خانه ماست بفرمایید. درست. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید سلیم جان. خوب هستی؟ خوب هستین کاکا جان. چطور بی خبر؟ ببخشید مزاحمتتون شدم. خواهش میکنم باشم، تو مثل اولاد ما میمانی. همیشه بیا. خانه خودت است. بفرمایید جان. سلام پدر. و علیکم سلام. خیرت؟ من کمک کارتون داشتم. اول امور خلاص کن. بگو. خیر خیرت است، فقط اگه میشه داخل بگیر. شما نمیین؟ نه خواهش میکنم، شما بفرمایید، راحت باشین. بفرمایید. خب، خیرت بود که یکی یک بار رقم آمدی؟ بفرمایید، بشینین، میگم برات. تو داشتن ما چی کار داری؟ بگو گپتا. لطفاً، پدر جان، وار خطایی نکن. بفرمایید، بشینین، من میگم همه چیزا. بگو گپتا. متاسفانه خبر بده برات دارم پدر. چی است؟ نمیفهم چیزی که میگم باورت میشه یا نه. سلیم، چرا شفشف میکنی؟ بگو گپتا ما بفهمم. چی هست یو؟ خودتان باز کنین ببینین که چی هست. این زنکه کی هست؟ یک زنکه الهی که بسیار وقت از احمدم روش سر کار دار. متاسفانه اردوشان معتادم است.
پشت عکسم ببین پدر. خطر کوزنکه و رحمت نوشته را خودتان بخونید. ببینیم چی نوشته. خطرم کوزنکه و رحمت نوشته و روان کده را بخونید. ببینیم که چی نوشته. حال شناختی نی آدم دغل و ریاکاره؟ فهمیدین که چرا از زندگی گذشتهش یه چیز نمیده؟ فهمیدین که او شب بر دزدا دروازه را کی واس کده بود و جای سیف کی برشان نشان داده بود؟ خدا کنه ایران فهمیده باشین یک آدمی که سواد و استادی داره چطور میاید خانه یک کس مزدوری میکنه؟ ما در قصه پول و پیسه و سرمایه نیستم. ولی شما چطور قدر خوش باور شدین پدر؟ که مادر و دو تا خواهر جوان مرا دستی رقم یک آدم بسپارین؟ نازم اول از یادم خوشم نمی آمد. وجدانم همیشه برم می گفت که یک نیم کاسه زیر کاسه هست. ولی هیچ کس گپ مرا باور نمی کرد. تا زبان شور می دادم همگی تان سرزنشم میکردیم. اما ما به تحقیق مدامه دادم و می فهمیدم که یک روز حتما نقاب از چهره سیاه از یادم می بردارم و چهره واقعیش برتان نشان می دادم. تو یک سال از کجا کردی؟ یکی از دکاندارا که به رستوران تز زنکه زیاد رفت آمد داره او برام گفت که احمد چندین بار امروی از زنکه دیده. بیچاره چون احمد چندین بار در شرکت هم دیده بود از روی خیرخواهی برام گفت که گفه بر شما برسان. من با اصرار بسیار زیاد ازش خواستم که چند دانه عکس امروی از زنکه از احمد برام بگیره تا بر شما نشان بدم که خودتان ببینین و چشمتان کی آدم چقدر پست است. من خودم هم رفتم اتاق شپالیدم. از بین کتابایش ای اکسا و نامه و چندین بوتل مشروبات الکلی و مواد مخدر پیدا کردم. راستش نمیخواستم سفرتان خراب کنم پدر. ولی دو دلیل مرا تا اینجا کشاند. اولی که سرمایه و ثروتتان شدیداً در حال غرق شدن است و دومی که او خوار ساده و احمق ما ای آدم پست دوست داره و همیشه پیشش است. حالا خدا کنه ای آدم شناخته باشه. اگر نیاز به تحقیق دارین میتونین که برین از خود ممتاز بپرسین یا که برین اتاق شب پاله. من مطمئن هستم که شما مشروبات الکلی و مواد مخدر از اونجا پیدا میکنید. من وظیفه این بود که گپ بر شما میرسند. با تمام اسناد و ثبوت برتان رساند. ای که من بعدش شما چی میکنین اختیار شماست. فقط یک چیز متوجه باشین پدر. کی آدم بسیار آدم زیرک است. از دستتان فرار نکنه.
سلام خانم. وعلیکم. چه وضعیتی خوبی؟ چرا قم اومدن رفتن است؟ کجا بیا اجاله خیریت خواست؟ ببخشین، یک معامله تجارتی پیش اومده، مجبور هستم برم خودم ببینم و امروشون گپ بزنم. از اینکه یک دفعه‌ای شد ببخشین. باز خبرتون میکنم. حالا دفعه معامله تجارتی، مرا ورخطا ساختی. ببخشید یانگ جان که ورخطا شدی. سلیم جان میتونستم اونجا بگویا. از اینکه ورخطایتون ساخت معذرت. خواهش می‌کنم. بسیار ببخشین خاله جان، شما رو نگران ساختم. همونطور که پدرم گفت، یک معامله تجارتی بود، باید خودشان حضور می‌داشت. خب حالا باید حتما بری دیگه بخیر. باید بریم. با اجازه. خدا حافظتان. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام. جان مادر، تو تا هنوز حاضر نشدی؟ به خاطر میمونی؟ سو بر چی گفتم؟ تو را به خدا اگه پشتم میگه پا بگردی. او دختر چرا تو میکنی؟ خبور یک ساعت پیش پس خسته بیا. اونا زحمت کشیدن، خبر کردن اگه کس از خانه ما نباشه باز خوب نیست. مادر جان، من از همه تو میمونی و خوشم نمیه، چرا آزارم میتی؟ او دختر، تو چرا از آدم ها گریزان هستی؟ کولی پیس و جزامی خو نیستن، اونا مثل ما و تو آدم هستن. من امرای کولی و پیس مشکلی ندارم، همه اونم اونا رو تحمل کده نمیتونم. چرا و چی رقم هستن که تو تحمل کده نمیتونیشان؟ یک کل زن و دختر که کل زندگیشان در سلفی گرفتن تیر میشه. چی کنم؟ همراهشان زانو در زانو بشینم و وقت ما تلف کنم؟ اول یک کم با ادب باش. اونا انسان هستن، نه حیوان که یک گله میگی. دوم تو رو به سلفی گرفتنشون چی؟ خبور یک ساعت پیشی پس خسته بیا. چرا قناز و نزاکت میکنی؟ ببخشی مادر که یک گله گفتم، اما آدم عصبانی میکنن. خودت خمرای چشمای خودت میبینیشان. خوشید میه ما مثل اونا رفتار کنم؟ من میفهم چی میگی دخترم، ولی مجبور هستیم با آدم های اطراف خود زندگی کنیم. خوب است تمام آدم ها فکر ارزشی داشته باشن، ولی نمیشه. جامعه رقم آدم داره، ولی ارزش فکر کردن به هر کس سخت است. حالا بخ دخترم حاضر شو، یک خدا نشان بده پس بیا. حالا بله. بگو وقتاش. چی شد سلیم خان؟ نامدی؟ شام شد رفیق. پرواز ما کنسل شده. سبا میاد. برای فردا؟ باشه.
پاس کجاست؟ بالاست، خیرت است؟ باز میگم بره. احمد ارامزاده خرابکاری کرده، کل چیز فهمیده. فهمیده که یا شب دوزی خانه مالک رفته بودن. شکایت کرده؟ خیال چی تو میشه؟ نه شکایت نکرده. فقط سلیم اخطار داده، گفته اگر دوستی تا امرای ممتاز دار دستش تمام نکنی کل چیز بر پدرت میگم. ترساندیم. من گفتم حتما آلمیان بعد از گیریم. ما سلیم یک دوسیه جور کردیم. میخوایم احمد اثر رای ما برداریم. اون شب یادت هست که احمدی جا اومده بود؟ چند قطع عکس ازش گرفتیم. تا پشت یک عکس قدیمی خودت هم یک چیزای از طرف تو نوشته کردیم که نشان به احمد خیلی وقت پیش همراه تو رفاقت داشت. او رو بر پدر سلیم رساندیم. حال پدر سلیم در راست میاد که پرسان کنه که آیا یک گپ حقیقت داره یا نداره. البته تو تمام عکس ها و نوشته ها را تایید و قبول میکنی. فهمیدی؟ ببین بکتاش جان، مرا درگیر می کارا نکو. احمق نشو. میفهمی که یک گپ رسمی بسازه جای ده کجاست؟ خیال چی کنم؟ لیلی زن بود یا مرد؟ تا بال چی میگفتم برات؟ گفتم تمام دوستیت همراه احمد تایید و قبول میکنی. البته اول قطعا باید منکر شوی. او آدم عکسایت همراه احمد نشان میده. باز او وقت قبول کن. اگه توانستی یکان چیزام از طرف خودت جور کن، برش بگو که او آدم قبول کنه که احمد واقعا دل داده تو است. خواه درست است. خیلی بیا که بریم. خودت ممتاز هستی، درست هست؟ بله محترم. جناب عالی کی باشن؟ وقت دارین ریولی یک چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ درباره چی؟ درباره یک مسئله مهم است که باید هم رایتم گپ بزنم. بفرمایید. شما نفر را به نام احمد میشناسین؟ شما پلیس هستین؟ نه من پلیس نیستم. خی چی کار هستین؟ دکاندار است. خو خی مسئله کردوی ما یکی است. شاید. حالا بگوین که احمد را میشناسین؟ نه متاسفانه. ببین ممتاز خانم، من مدرک دارم که نشان میده غیر ازی که احمد را میشناسی امرایش رفاقتم داری. شما کدام احمده میگین؟ من ندارم کسی را دوست داشته باشم. ما تصمیم داریم عروسی کنیم. این به نظر شما گناه است؟ میخواین ما را به پلیس تسلیم کنین؟ تو را نه، ولی احمده شاید. هموطنان عزیز، همکارای ما در نمارسانه با دوشواری ها و تلاش های فراوان این سریال ساختن. ما به خاطر ادامه کار ما و تولید سریال های جذاب وطنی به حمایت های شما نیازمند هستیم. اگر دوست دارین از هنرمندان، هنر و سینمای کشورتان حمایت کنین، لطفاً با عضویت در چنل نمارسانه که در ادامه ویدیو روش عضویت را میتونین ببینین از نمارسانه حمایت کنین. با سپاس فراوان تیم نمارسانه. پایین ویدیو گزینه جوین را کلیک کنید. از صفحه باز شده دوباره گزینه جوین را کلیک کنید. شماره کارت و مشخصات تان را وارد کرده و گزینه بای را کلیک کنید. یا رفیق. خدر. ببین یا چی هست؟ یا از کجا شده خانه ما؟
دیگه فریبم داده نمیتونی. روی شاگید برملا شد و باید به عدالت سپرده شوی. ببر لیستانک ریخته. دستگیرش کنید. حسابا کاملا دقیق است. فکر نمی کنم چیزی پیدا کرده بتانم که دزدی احمد ثابت بتانه. رضیه جان، تو خوارم هستی سلیم بیادرم. نمی خواهیم طرفداری هیچ کدامتانو بکنم، اما دوست ندارم تو به خاطر احمد به سلیم تهمت بزنی. درست است که من اولادشو بسیم، ولی صاحب شرکت شما هستیم. سلیم، ارث پدر به کی میرسه؟ خب بچیش بهتره که زودتر بیای و شرکت تسلیم شوی.